خونین تمام ایران از کردستان تا بلوچستان. عجب دور زمانه بعد شده انگار، این خیال هیچ کسی هم نیست انگار، پس کینه پسیده شو بین همه ما، حالا بچه هم رو میخورن از همه میبه ها، به شوحف دل یه جوونه بر از انقلاب بده رسون از آهم و پیدا کنه از خواب کدوم یه رو تو بلوچی و مهبازی رو بیدین و مسیحی بقایی و کلیدی رو کل هر کسی که بالا سرش ایران از چند تا سوال داره زنده اینجانه سبه مذهب گرایش سیاس و جنسی کارو پر از جنا بگو داری چه حسی. تجمع امروز در اعتراض به قتل حکومتی ژینا مهسا امینی و در همبستگی با اعتراضات سراسری در شهرهای کردستان و دیگر شهرهای ایران مثل تهران، کرج و رشت که مردم به پا خواستند در اعتراض به این قتل حکومتی و نیروهای سرکوب حکومت داره اونها رو در خیابانها سرکوب میکنه. ما امروز اینجا در برلین جمع شدیم به عنوان گروهی از مهاجران، پناهندگان و ایرانیان و کردهای در تبعید و تعداد بسیار زیادی از ملیت‌های دیگه اینجا با ما هستند که پیام همبستگی خودمون رو به خانواده ژینا مهسا امینی برسونیم، پیام همبستگی خودمون رو به مردم به پا خواسته کردستان و دیگر شهرهای ایران برسونیم. همونطور که می‌بینید جمعیت زیادی گرد هم آمدن، با وجود اینکه هوا سرد هستش و بارون هم قبلا میبارید، با این حال مردم خیلی خوب جمع شدن و فکر کنم اینم انعکاس این به پا خواستن مردم هستش که هزاران نفر در شهرهای مختلف به پا خواستن و از کردستان تا تهران شعار زن زندگی آزادی میدن. یک حرکتیه از طرف کلکتیو بلندگو سازماندهی شده، یک سری بچه های جوان نسل نو بلند هستند که این حرکت رو سازماندهی کردن. یه مقداری مشکل سری صحبت کردن، دلیل اصلیش زن ستیزی یا اینجوری که میگن زن کشی در ایرانه. ژینا مهسا امینی اولین و آخرین قربانی رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی ایران نبوده و ما اینجا جمع شدیم که هم همدردی بکنیم با اون، هم صدای مقاومت در تمام شهرهای ایران ببینه در کردستان ایران و در بقیه شهرها رو به گوش جهانیان برسونیم، بگیم که اونها تنها نیستن، بگیم که غیر خودی ترین فرد در جمهوری اسلامی ایران تن زن و زن، و ما اومدیم که اعتراضمون رو به این حکومت زن ستیز و غیر دموکراتیک و جنایتکار در مرکز شهر بیلند اعلام کنیم.